به نام خدا. پست پرودکشن شماره یک. اولین کاری که شما تو پست پرودکشن باید انجام بدید لایه های رندر رو باز کنید. چون من رندر رو خیلی سعی کردم بدون نویز بگیرم و کیفیت بالایی داشته باشه، بنابراین همون لایه رندر ORG بیشتر به واقعیت کار من نزدیکه تا رندری که دینویز بگیره. هر دوتا رو وارد میکنیم و با هم دیگه یه مقایسه ازش داشته باشیم. توی ادوب فتوشاپ این رو اد میکنیم، یعنی درگ کردم فقط تو خود فتوشاپ. اگر هر دوتا رو زوم 100% بکنم یه مقایسه داشته باشیم که کدومش بهتره. خیلی واقعیتش تفاوتی ندارم، ولی احساس میکنم اونی که دینویز نیست کیفیت بالاتری داره، شارپتر تصویر، و سعی میکنیم پس از همین استفاده کنیم. رندر دینویز رو میبندیم، رندر استاندارد، بسم الله، شروع میکنیم به عملیات پست پرودکشن کردن. اولین کاری که شما تو پست پرودکشن به نظر من اگر انجام بدید بهتر هست اینه که شما از این لایه با آبجکت کلید کنترل جی یا این دوپلیکیت لیر یه کپی ازش بگیرید، اسمم میخواید براش بذارید باز بهتر، و بیاید تو قسمت آدر های پاس، مثلا عدد 2 یا 3، خیلی زیاد هم ندید خیلی کم هم ندید، و این رو حالت اوورلی قرار بدید. با این کار شما تونستید تصویرتون رو شارپ بکنید و این خیلی اهمیت بالایی داره برای بهتر جلوه دادن رندرها. گام اول پس ایجاد شارپی در صحنه‌مون است. مرحله دوم به نظرم ما باید این قسمت که شیدرش یه جورای اوربرایت شده رو مهار کنیم و درستش کنیم. خب ما بیدلیل نبود که لایه گلوبال ایلومینیشنش رو گرفتیم جداگانه، لایه دیفیوز فیلتر رو گرفتیم، خب از اینا استفاده میکنیم. لایه دیفیوز فیلتر رو که داریم، لایه مثلا لایت رو هم که داریم، لایه دیگه ای که میتونه اینجا کمک کنه بکنم لایتینگ یا همین گلوبال، این ستا رو وارد فتوشاپ میکنیم. یکی از راه، ببین راه خیلی زیاد ممکنه باشه، چیزی که الان به ذهن بنده میرسه اینه که مثلا شما میایید این رو اینجا پیست میکنید، ببینیم لایه کرای چه چیزی به ما داده. متاسفانه فقط هم یه تیکر رو داده، یعنی زیاد کمکی به ما نمیکنه. من یک حالا نرمال هم وارد بکنیم ببینیم شاید نرمال یه کمکی بخواد به ما بده. بهترین را فکر میکنم هم روش دستیه، هیچی بهتر از دست نیست. این گلوبال ایلومینیشن رو به ماسک دیفیوزتون نسبت بدید، به ماسکش. میبینید تا حد زیادی رفلکشن های مورد احیا شد، یعنی اون پیکسل سوختگی ها برطرف شد. یه بار حالت اوورلی بذاریم، یه بار مولتی پلایر بذاریم، حالت مختلف رو دارم تست میکنم. یه بار این رو رو خود این لایه ماسکش کردید، کنترل شیفت ال اوتو لول بزنید، ببین رفلکشن مهار شده. به نظر من که بهتر شد، حالا نظر شما عزیزان رو نمیدونم. ببینید زیاد حاشیه‌ای نکنید کارو، ساده ترین روش سنتی اصلا نمیخواد پیچیده دنبال ماسک پیچیده ای بگردید، همین دور تا دورش رو انتخاب کنید. باور کنید بعضی روش ها، بعضی اوقات روش های سنتی بسیار بسیار بهتر از ربات های پیشرفته جواب میده، چون بالاخره هر چی که باشه این شمایید که به عنوان یک طراح پشت این صحنه نشستید و دارید مدیریتش میکنید. ماشین هر چی که باشه اسمش روشه، یعنی ماشین بالاخره ممکنه بعضی اوقات نتونه درست عمل کنه. البته یه چیز بگم، واسه این صحنه خیلی صحنه ساده ایه، شما به راحتی با به اصطلاح ابزارهای مختلف، تکنیک‌های مختلف میتونید این رو درست بکنید. اصلا حرف من این نیست که مثلا از روش پیشرفته استفاده نکنید، ولی بالاخره بعضی اوقات هم روش‌های سنتی شما رو سریع‌تر به اون نتیجه مورد نظرتون میرسونن. آلتو نگه داشتم، از این قسمت کم شد، برای این دوتا قسمت هم دیگه چون میدونیم زاویه همون پرسپکتیوشه، یعنی پرسپکتیو نقطه سوم نداره، یه قسمت اینه یه قسمت اینجاه، تمام. و ببین الان اینجا انتخاب نشده، بگو select inverse، یعنی قرینش انتخاب شد. ماسک مگه نیست؟ ما گفته بودیم تو ماسک اگر چیزی رنگ مشکی باشه یعنی انگار وجود نداره، انگار با پاک کن شما این رو پاک کردید، ما هم اینجا با پاک کن پاکش کردیم.
تونستید رفلکشنی که از دست رفته بود رو احیا کنید. حالا این تیکار رو با یه پاککن خیلی ساده و معمولی زه سخت نگیرید. نظرم همین کافیه براش. و حالا اگه خواستید درصدش بازی بکنید دیگه صاحب اختیاره دیگه، مثلا حالا نمیخوای 100 درصد باشه، میخوای مثلا حالا 50 درصد باشه. میتونی حتی جالبه که شما اینجا اگر روی این دابل کلیک بکنید، البته ویو پرپرتی ساره دابل کلیک رو این گزینه فیدر، تو این فیدر شما مثلا پیکسلی که بالا میبری یه مقدار گوشه هاشو سافت و نرم میکنه و به نظر من میتونه خیلی از بدقلقی هایی که تو انتخابتون ما موس داشتید رو اینجا جبران بکنید. تمام شد، ما تونستیم این اوور برایت رو مهار کنیم. گام بعدی ما چیه؟ استفاده از لایه اسپک، هم اسپکیولار، این رو بیارید وارد کار بکنید مستقیم و تالت اسکرین بهش بدید. نقاطی که اسپیکیولار دارن تاکید بهتری روش میشه. اگر میخواید مدیریت شده با این قضیه برخورد بکنید، یه ادجاستمنت بسازید و به ماسک ادجاستمنتتون این رو نسبت بدید. حالا مثلا اگر حالت اسکرین یا حالت دیگه بذارید یه مقدار ملایمتر روشن میشه، خیلی دوید تو ذوق نمیزنه. این خیلی مهمه. رفلکشن و رفلکشن فیلتر دوتا رو وارد میکنیم. اونایی که نمیخوایم رو ببندیم. من اسپیکیولار رو نمیخوام، لایه گلوبال ایلومیشن رو نمیخوام، لایه تکسچر رو هم نمیخوام. خب لایه رفلکشن رو وارد کار بکنید. لایه بعدی رفلکشن فیلتر رو به ماسک همین رفلکشن نسبت بدید و این رو اینجا داشته باشید. درسته؟ بعد حالا با درصدش بازی کنید، مثلا حالت سافت لایت قرار بدید. سافت لایت کنتراست رو بالا میبره. یا حالت مثلا مولتیپلایر میتونه تیره بکنه رفلکشن هاتونو اگه جای رفلکشن ها مثلا زیاد شده، یا مثلا حالت هارد لایت رفلکشن ها خیلی شارپ دیده میشه و تو تمام اینها احساس میکنی اون سنگه داره اذیتتون میکنه. ببین بنداز زیر لایه سنگ و اون رفلکشن مثلا مهار میشه. یا مثلا میتونید الان اینجا این لایه مثلا همون سافت لایت بذاریم، اوورلی یکم زیاده رویه به نظر من، سافت لایت بهتره. میتونید مثلا این منطقه رو با پاککنش پاک بکنید، کاری نداره که تو این قسمت ماسکش. ببین بچه خیلی چیز واضحی نیستش که، یه مقدار مثلا ما هم پاککن پاکش کردید زیاده روی هم شد، مثلا تاثیر منفی تو کارتون نداره، نگران نباشید. خب حرکت بعدی ما لایه نور، لایتینگ. لایتینگ رو میتونی مستقیم بذاری تو کار و به خودش دوباره یک ماسک بدی، خودش به ماسک خودش بدی و حالت اسکرین نور صحنتون زیاد شد. کار بعدی که میتونید انجام بدید لایه شادو، سایه ها. سایه رو انتخاب بکنید، یک ادجاستمنت بسازید و اینو بهش نسبت بدید حالت مولتیپلای. منتها ببین زیاد تیره شد، درصدشو کم کنید، اشکالی نداره. مثلا 30%. ببین نور سایه رو یه لحظه دقت بکنید، خاموش کردم و روشن کردم. میبینید تاثیر نور سایه خیلی مهمه، خیلی به کارتون کمک میکنه که حس واقعی بگیره. چیز دیگه ای که میتونه اینجا به کار ما بیاد به نظر من لایه های نوری هست که ما به صورت سلکت گرفتیم. ببینید این سه تا نوری که نور اصلی ما بود، نور پردازی که تو صحنه داشتیم، بیایم دونه دونه هر کدومش رو به یک ماسک نسبت بدیم و اگر لازم شد مثلا اینها رو مدیریتی رو مقدار شدت نورش با هم داشته باشه. خب مثلا این نوری که از این سمت میاد بگیم حدودا مثلا 20%، نور دیگه ای که به صورت کلی به صحنه میاد به حالت سافت لایت بشه که کنتراست صحنمون رو داشته باشیم، نوری که از سمت چپ شما چپ ما میاد هم مثلا با یه درصد مدیریت شده. ببینید چقدر فرق کرد بچه با یه نور سایه بازی. یعنی اگه مجموع اینا رو داشته باشیم صحنه کلن عوض میشه و واقعا میتونه کمکتون بکنه برای اینکه کارتون واقعی بشه. این میزو ببریم لایه اول بالا، ببین رفلکشن اون بالا مهار کرد، یه جای اوور برایت شد و اون رو تونست
جبران کنه و به اون هدفی که ما میخواستیم مثلا ما رو برسونه. نخواست اوبربرایت بذاره، حالت نرمال بذاره، اشکالی نداره. شما هدفتون اینه که فقط بافت سنگ رو داشته باشید دیگه، حالا حالت مختلف هم داره، ولی من فکر میکنم همون حالت مولتی پلایر میتونه بهتر کمکتون بکنه که اون رفلکشن از دست رفته رو احیا کنید. خب بچه ها، تونستیم تا اینجا به نظرم پست پروداکشن معقول و خوبی رو انجام بدیم، یعنی نه خیلی مثلا اغراق شده شد، نه خیلی غیر واقعی شد، همه چیز خوبه، رنگ ها خوبن دیگه، چیز دیگه فعلا به ذهن من نمیرسه. حالا پست پروداکشن بچه واقعیتش یک سلیقه‌ای هست و دوستان حالا میتونن با سلیقه‌های خودشون کارهایی رو که میخوان انجام بدن. میریم سراغ لایه‌های آرتیستیک و هنری کار. شما بیاید تا اینجا یه بار کنترل J، یعنی از همه لایه‌ها یه کپی گرفت، دوباره کنترل E همه رو بکنه یه لایه، یعنی انگار یک جور مثل یک پشتیبان، مثل یک بکاپ. حالا بیاید بعضی از نقاطی که اوربرایت شده رو انتخاب کنید، همه قصه جادویی انجام بدید، نمیخواد عددش رو بالا بگیرید، مثلا بذارید همین 10-15. نقاطی که خیلی اوربرایت شدن رو انتخاب بکنید، حتی اینجا باز زیاده به نظرم، 5. زیاده روی نکنید بچه ها، خیلی مهمه این قضیه، فقط در حد خیلی خیلی کم و کوچیک. ببین از این لایه‌ای که انتخاب کردید کنترل جی بزنی، یه تیکر رو خودش یعنی چیز جدید بهتون میده، انگار انتخابش کرده به اصطلاح. این رو حالت اسکرین قرار بدید و بیایید تو قسمت بلر، گاوژن بلر، بهش عددی بدید، ببین چی میشه، درخشان شد. حتی میتونی ازش یه دابلیکیت بگیری، یعنی دوتا داشته باشی، یکی رو مثلا به اندازه مثلا چه میدونم 5 واحد درخشش بدید، یکی رو به اندازه مثلا 15 واحد. خیلی این گلو و درخشش ها کاراتون رو رئال میکنه بچه ها، اصلا از اینا غافل نشید. نقاط اوربرایتتون حداقل ممکن باشه، ولی اون حداقل ها رو تأکید روش داشته باشید، به نظرم میتونه خیلی کمک داره. مثلا این گلدون مثلا شیشه نماد زلال بودنه، شما یه تیکه از این افکت ها رو مثلا توی اینجا اعمال بکنید، خیلی کارتون متفاوت میشه. یکی و 5، یکی و 15. تمام. کار دیگه ای که میتونید انجام بدید اینجا برای بهتر شدن رندرتون، تو لایه هایی که ما اینجا داریم اینا رو با هم یک پارچه بکنم، درخشش ها رو توی نرم افزار ماجیک بولت لوک، این امکان برای شما وجود داره که شما یک سری فیلترهایی رو وارد کار بکنید. مثل چی؟ مثل پرده کروماتیک. پرده کروماتیک اتفاقی است که در عکاسی میفته و اگر شما این رو، یعنی یه جورایی میشه گفت ضعف سخت افزاری دوربین های عکاسی، یعنی جورایی نور که از تو لنز، عدسی لنز رد میشه، دچار شکست نور میشه، مثل منشوری که نور رو میشکونه. و این افکت رو وقتی که شما به کارتون میدید، یه عکاس، یه کسی که این کارو باشه، کارو ببینه، فوری اون میفهمه که شما چه کار هنری و زیبایی رو روش انجام دادید. یکی دیگه فیلتر آنوفارمیک، با درصدش هم بازی کنید، اصلا مطلقا زیاد روی نکنید، درصد خیلی ملایم، خیلی کم. چیز دیگه که میتونه به کارتون جذابیت بده استار فیلتر هست. استار فیلتر خب خیلی شدیده، ولی با اگر سه بار تاکید کردم کنترل شده باشه، میتونه کمکتون بکنه. و اصلا اینا هیچ کدومش اجباری هم نیست که وجود داشته باشه، شما میتونی با یک درصد خیلی کم اینو بذاری یا اصلا نذاری. ببینید بچه ها، شما نباید هیچ وقت به خاطر افکت اون زلال بودن صحنه‌تون رو تحت شعاع قرار بدید. دقت کردید عرض بنده رو؟ حالا اینکه تموم شد، میایم یک مرحله بهش دیفاین میدیم. دیفاین مال به اصطلاح کمپانی گوگل نایک هست و قدرت خیلی بالایی داره. اولا کار دینویز رو برای ما انجام میده، چون ما دینویز رو
از صحنه دینویز شده استفاده نکردیم، تو فتوشاپ این رو بهتون گفتم. برای صحنه که وقتی رندر گرفتید دیگه دستتون مثلا زیر سنگه و نمیتونید دوباره مثلا چند ساعت رندر بگیرید، با دیفاین تا حد زیادی واقعا نویز ها گرفته میشه و واقعا کارش هم خوبه. مرحله آخر با آنالوگ افکس پرو یه سری جلوه هایی به کارتون میدید. مثل چی؟ مثلا شما تو قسمت حالا دوربین پیش‌فرضش خوبه بد نیست، ولی ما خودمون بسازیم بهتره. مثلا یه مقدار دیتیل به کار بدیم، اگر خواستید کنتراست رو دست بزنید که به نظرم کنتراست زیاد دست نخوره بهتره، میتونید رنگ رو زیاد و کم بکنید. در مورد رنگ صحبت دارم چون رنگ خیلی خیلی اهمیت بالایی داره برای اینکه کار واقعی و خوب ما اینجا شاهد باشیم. آها این روی چیز گیری کردم، این تنظیماتش پاک شد. لنز ویژنت، تو لنز ویژنت به اصطلاح شما میتونی دور کادرتو تیره کنی. مثلا اینجا میطلبه که کادرتون مثلا بین مستطیل و دایره باشه و با یک سری عدد کنترل شده و منظم. تو فیلم تایپ ببین سایه ها رو به یک سری رنگ های گرایش میده، منتها خیلی باید با احتیاط باش برخورد بشه، اصلا نباید توش زیاده روی بشه. حالا باید واقعیتش میدونی باید دمای رنگ کارتو ببینی و خود تحلیل بکنی که مثلا ببین چقدر جالبه تو دوربینه عکاسی ضعفی که وقتی ایزوفیلم رو بالا میبریم، حالا ما اینجا نمیخوایم اینو بذاریم، ولی خود این رو هم ببین مثلا بنزی 5%، 10%، ببینی عددش چقدر کمه، چون ما خودمون میخواییم که زیاد روی نشه. افکت دیگه دیرت سکرچ، انگار مثلا یه عکسیه یه سری کثیفیه روش ریختیم، کار جالب میکنه، کار از یک نواختی در میاد. دیگه لنز دیستورشن به نظرم اینجا نیاز نداریم دیگه، به خاطر اینکه ما از طریق بحث ماجیک بولت لوک اومدیم این افکت رو شبیه سازی کردیم. به نظرم اینجا بسته شد دیگه، بیشتر از این زیاده روی نکنیم تو کار. در مورد رنگ گفتم صحبت دارم با تون. ببینید الان رنگ کارتون خوبه، اما یه مقدار بعضی از رنگ ها به نظرم میتونه بهتر بشه. مثلا شما کالر سلکت رو بیارید تو قسمت رنگ قرمز، مثلا شما رنگ قرمز زردش رو کم و زیاد کنید، رنگ قرمز رو تیرو روشن کنید، ببین چقدر تاثیر داره. مثلا میتونید یه هیو سچوریشن بسازید، بگیر رنگ قرمزش رو کم رنگ کن، رنگ قرمزش رو تو لایه هیو ببر. پس میبینید اصلا نگران نباشید، یه وقتی یه رندری گرفتید ساعتها سیستمتون درگیر بوده و به اون چوبی که میخواستید نرسیدید. با همین ابزارها تا حد بسیار بسیار زیادی میتونید این رو جبران بکنید، داشته باشید و ازش بهترین استفاده رو ببرید. معمولا رنگهای سبز نباید تو ذوق بزنن، یعنی مثلا زرد صحنه رو مقدار کم کردیم. باید مواظب باشید که جای دیگه آسیب، مثلا چشمتون فقط به گل که هست، اگر یه وقت مثلا تو این صحنه همه چی سبز بخوای یه دفعه مثلا یا سیانه، رنگ سیان یه دفعه شما تیره بکنه صحنه سیاه‌سفید میشه. پس خیلی با احتیاط سعی کنید با این پارامترها ارتباط برقرار بکنید که یه صحنه خوب و دوست داشتنی رو به شما تحویل بده. رندر سایز 100% رو نگاه بکنید، با دقت نگاه بکنید و بررسی کنید که آیا پست پروداکشنی که شما انجام دادید به بهبود صحنه کمک کرده یا در محو شدن و خراب شدن صحنه. شما الان ببینید اگر صد کلی تماشا بکنید تونستید با پست پروداکشن خیلی تاثیر خوبی رو پروژه‌تون بذارید، حس کنتراست نورها و سایه ها رو اینجا داشته باشید. امیدوارم این پست پروداکشن مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. خسته نباشید.